رفقا، دوستان، حال احوال، خوب انشالله؟ خوب، الحمدلله، الحمدلله. عرضم به حضورتون که نظام ولایت با عجله و دست پاچگی یه غلطی کرد که صدای عالم و آدم رو در آورده. حالا این رژیم نانجیب بلا نسبت اون حیوان نجیب تو گل گیر کرده، اونم چجور گلی. ملاحظه بفرمایید که کار به کجاها کشیده. بیگانگان باید بدونن که فشار خارجی نه تیغ تیز عدالت قوه قضاییه رو کند میکنه و نه چتر گسترده رحمت و رحمت اسلامی قوه قضاییه رو کوچک میکنه. و من از برخی سفارتخونه های غربی مقیم تهران که دخالت میکنن در امور داخلی ما، ازشون میخوام که اگر از حق و عدل و انصاف بویی نبردید، لااقل ادب دیپلماتیک رو رعایت کنید و مانند یک گروه اپوزیسیون بلندگوی دروغ پراکنی نشوید. اولا مغیر میاد که قضیه تا کجا بالا گرفته و چطور به لحاظ بین المللی رو سر نظام خراب شده. دوم این که اعتراف میکنه حتی دیپلمات های کشورها با همون فرهنگ و کلماتی با رژیم حرف میزنن که مجاهدین با رژیم حرف میزنه. آره، منظورش این توییت سفارت آلمانه. عمیقاً از اعدام نوید افکاری در ایران متحیر شدیم. پذیرفتنی نیست که برای خاموش کردن صداهای مخالف قوانین اساسی حقوقی نادیده گرفته شوند. بله، بعد از این بود که ممجوات ظریف جا زد و سفرش به آلمان و باقی کشورهای اروپایی رو منتفی کرد. واسه همین این وسط یه سری نخودی تو نظام میگن چرا اینقدر تو اعدام عجله کردیم، میذاشتیم یه خدا آوا از آسیا بیفته. بیچاره حالیشون نیست که این اعدام واسه عزمای فلک زده نون شبه. آره، اما گیرم که سفیر آلمان رو احضار کردن. با این موج جهانی که راه افتاده از انواع شخصیت ها و ارگان ها و حتی فدراسیون های مختلف چی کار میکنن؟ بله، با سازمان ملل چی کار میکنن؟ بالاتر از همه با 80 میلیون ایرانی چی کار میخوان بکنن؟ کارشناسان حقوق بشر امروز اعدام فراغذایی قهرمان کشتی نوید افکاری را شدیداً محکوم کردند و نسبت به این آخرین اعدام از مجموعه احکام اعدام که در ارتباط با اعتراضات سالهای 2018 و 2019 صادر شده هشدار دادند. کارشناسان گفتند عمیقاً آزاردهنده است که مقامات ظاهراً از اعدام یک ورزشکار برای ترساندن مردم در این شرایط نارامی‌های اجتماعی استفاده کردند. عزمای بدبخت، دستت واسه همه رو شده. بدبختی بزرگتر عزما اینه که کرکوپرش ریخته. داستان چنان جهانی شده که حتی کارشناسای سازمان ملل هم میگن قضیه دیگه یه مسئله داخلی نیست. بله. کارشناسان گفتند اینکه با اعدام خودسرانه چنین بی‌توجهی فاحشی به حق حیات صورت گیرد موضوعی منحصر به امور داخلی نیست. ما از جامعه بین‌المللی می‌خواهیم که به این اقدامات جمهوری اسلامی ایران شدیداً واکنش نشان دهد. اعدام نوید افکاری فراغذایی و خودسرانه بوده و در دادگاهی فاقد حداقل‌های اصول شکلی و ماهوی دادرسی منصفانه و در پوشش اتهام قتل صادر شده است. بله دوستان، رژیم با این کارش میخواست جوانای قیامو بترسونه، اما کور خوندین
جوانای قیام با حمایت کانونای شورشی و کل مقاومت قضیه رو روسر نظام آوار کردن و آوار میکنن و بله دم همشون گرم که دارن راه نوید و ادامه میدن و بله دوستان رفقا مرحمت زیاد.